سلام به شما بینندگان گرامی تلویزیون کانال جدید، امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم، در خدمتتونم با برنامه 30 دقیقه. موضوع برنامه‌ای که در نظر گرفتیم بلوک شرق و مسئله کمونیسم هست. گفتگو می‌کنیم با شهلا دانشور. سلام به شما شهلا دانشور، به برنامه‌مون خوش اومدید. تشکر می‌کنم، منم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام دارم. موضوعی رو که در نظر گرفتیم مسئله مهمی هست، از این نظر که هر موقع کمونیستا دهن باز میکنن و میگن که میخواییم جامعه کمونیستی به ارمغان بیاریم و وعده هایی به مردم میدن، گفته میشه که هر جا که کمونیسم به قدرت رسیده، به حاکمیت رسیده، حکومت های اختناق زده و سرکوبگر سر کار اومدن و از برنامه های خوب و رفاه و غیره خبری نبوده. شما در این مورد میخوایم ببینیم چی میگین. البته اجازه بدین یک کمی بیشتر توضیح بدم که منظورم چیه. چرا در جوامعی که کمونیستا به قدرت رسیدن، از شوروی سابق گرفته تا بلوک شرق، کشورهای اروپای شرقی و غیره، بدترین اختناق‌ها و سرکوب به مردم حاکم شده؟ در این مورد توضیحتون چی هست؟ بله، شما از این صحبت میکنید که کمونیستا به قدرت رسیدن از شوروی سابق تا بلوک شرق. من میخوام بگم که اینا هیچ ربطی به کمونیسم نداره. کمونیسم یک مقطع تونست قدرت سیاسی رو طبقه کارگر بگیره، اونم انقلاب روسیه بود 1917، و همون مقطع تا زمان تون چند سال اول، یعنی تا سال 1923 تا دهه 20 که شکست خورد انقلاب اکتبر، تون مقطع منشأ تحولات عظیمی بود. بنابراین اگه بخوایم قیاس کنیم که ما کمونیستا یا انقلاب سوسیالیستی یا به قدرت رسیدن طبقه کارگر محکی بخواد باشه، اون مقطع هستش که همونطور که میگم جهانی رو به لرزه در آورد. در این مقطع طبقه کارگر قدرت سیاسی رو به دست گرفت. در این مقطع ممکن بودن به دست آوردن قدرت سیاسی رو طبقه کارگر به جهان نشون داد. در این مقطع طبقه کارگر تونست تهاجم عظیم بورژوازی جهانی رو عقب بزنه و در این مقطع طبقه کارگر تونستش به طور مثال مسئله برابری زن و مرد، حق رای برای زنان، نمیدونم 8 ساعت کار در روز، مسئله تشکل، مسئله سازماندهی، همه اینها رو جاری کنه. طبقه الگوی و تجربه بسیار آموزنده بود از متشکل شدن طبقه، از انقلاب طبقه کارگر و از مبارزه متحد طبقه کارگر. این مقطع تأثیرش رو همین امروز هم تا همین امروز هم میبینیم. کلن توقع طبقه کارگر و جامعه رو بالا برد، نه تنها در خود روسیه، در دنیا. آزادی و برابری طبقه که یعنی انقلاب اکتبر اهدافش آزادی برابری بود، اهدافش از بین بردن استثمار بود، اهدافش از بین بردن ستم بود، از اهدافش برابری زن و مرد بود، و اینها این آرمان ها اومدن جلو و همین بود که بورژوازی جهانی رو چنین به تقلا انداخت، چنین به قشون کشی وادار کرد. و میبینیم که چطور بورژوازی جهانی از تمام مرزهای شوروی وارد این کشور شد برای اینکه این انقلاب رو شکست بده. میخوام بگم بنابراین اگر از به قدرت رسیدن طبقه کارگر و از ما کمونیست ها صحبت میکنید، باید این مقطع رو نگاهی بکنید. وگرنه بعد از اون، بعد از 1923 که انقلاب روسیه شکست میخوره و بعد از اون تحت تأثیر اینکه فشار اقتصادی شدید بعد از انقلاب، بعد از خود جنگ در اون موقع، تهاجم وسیعی که بورژوازی جهانی به حکومت کارگری که سر کار اومده بود کرد، همه اینها وضعیتی رو قرار داد. و در این حال از سوی دیگه نداشتن یه افق روشنی برای تحول
اقتصادی جامعه، برای تحول سوسیالیسم تو جامعه و خود مرگ لنین، مجموعه اینا باعث شد که انقلاب شکست بخوره و باعث شد که زمینه های جلو اومدن آرمان های ناسیونالیستی، سرمایه‌داری صنعتی اینها رو فراهم بکنه. و خط استالین پیروز شد به خاطر اینکه نماینده این آرمان ها بود و اینجا دیگه از مسیر اولی خودش منحرف شد و دولت های بلوک شرق و اینا همه تحت تاثیر همین خط استالینیسی و همین گذاشتن دولتگرایی اقتصادی به جای اشتراکی کردن تولید، به جای اجتماعی کردن تولید و حفظ کار مزدی، این اسمش شد سوسیالیست، اسمش شد کمونیست. و به اسم کمونیست صحبت کردم برای اینکه که اون اوضاع ایجاب میکرد که به اسم کمونیست صحبت کنم. و بعد از این هیولایی که شکل گرفت دیگه تمام جهان به عنوان کمونیست زیر حمله قرارش دادن، بهش کمونیست اعلام خطابش کردن برای اینکه که آرمان های اکتبر رو زیر حمله قرار بدن. وگرنه تو اون مقطع که شما نگاه بکنید، بورژوازی جهانی وقتی که حمله کرد به انقلاب روسیه، اون موقع که استالین نبود، اون موقع که نمیدونم بلوک شرق نبود، اون موقع که این دیوار آهنین و نمیدونم این خفقان نبود، اون موقع دولت کارگری بود که تزار رو شکست داده بود، با آرمانهای انسانی میخواد جامعه رو متحول کنه. حمله کردن به این جامعه برای اینکه اون انقلاب رو شکست بدن. و بعد از اون اینجاست که اون شارلاتانیسم و اون به قولی چهره سرمایه‌داری جهانی رو میبینید. خود دولت‌هایی که دولت‌های دیکتاتوری بودن، همون دولت‌ها، خود دولت های سرمایه‌داری همه با هم دیگه دست به دست کردن، حمله کردن به کشور روسی در موقع، به انقلاب کارگر اونجا. میخوام بگم اینه، بنابراین اینا هیچ ربطی به چیز نداره، به کمونیسم نداره. اینا رو ما گفتیم اینا سوسیالیسم بورژوازیه. بعد از اونم نوع چینیش رو دیدیم که باز متاثر از همین بودش و آرمانش آرمان دولتگرایی اقتصادی بود، آرمانش شکوفایی اقتصاد ملی بود، آرمانش آرمان ملی ناسیونالیستی بود، همه اینا. و برای بعد از اون ما دیدیم بعد از این شکست در نبود یک به قولی کمونیسم با نفوذ، نقد با نفوذ کمونیستی برای دهها طبقه کارگر نمیتونه بیاد تو عرصه سیاست و تو عرصه قدرت سیاسی قد علم کنه. ولی امروز شما میبینید که جهان تغییر کرده، تحولات رو میبینید که حالا حتما تو سوالات بعدی بهش میپردازیم. خیلی موضوعات مختلفی رو توی جواب سوال اول مطرح کردید. سوالی که اینجا مطرح هست، اگر این مقطعی رو که ازش اسم بردیم که مقطعی کوتاهی هم هست که به هر حال توی روسیه ما شاهد تحولاتی هستیم، این رو کنار بذاریم، توی اکثر نقاطی که حالا اسم میبریم به اسم کمونیسم، حالا شما اسمم یعنی توضیحاتتون رو دادین، هیچ وقت تحولات جدی صورت نگرفت. چرا چنین شد؟ چرا انقدر زمینه بود که طبقات دیگه بتونن عقب بزنن؟ چی بود؟ چه مسئله چی بود؟ چه توضیحی میشه داد؟ چون این یه مسئله هستش که مقابل کمونیستا میذارن، میگن هیچ جا که به قدرت نرسیدین، هیچ جا که رفاه نیاوردین، هیچ جا که تحول جدی صورت نگرفت. بالاخره یه توضیحی باید داد. ببین اگه بخواید بگید تحول جدی صورت گرفته یا نه، اوضاع جهان رو بعد از انقلاب اکتبر رو قبل از انقلاب اکتبر شما مقایسه بکنید. تلقی که بشر از توقعاتش داره، از زندگی داره، خود ممکن بودن مسئله انقلاب، خود ممکن بودن کسب قدرت سیاسی، هم این تحوله. میخوام بگم این رو خط میزنن روش و بعد میگن هیچ تحولی به وجود نیاورد. به قول دنیا به لرزش در ما. بعد از اون شما میبینید تحت تاثیر همین، حتی نسیم انقلاب در روسیه در کشورهای اروپایی منشأ یه سری دولت‌های رفاه میشه و خود رکود سرمایه‌داری توی غرب در واقع به نوعی به دست گرفتن الگوی دولتی کردن و نمیدونم بعضی رشته‌های اقتصادی و همه اینا رو میاره جلو. و در این حال جنبش‌های اعتراضی کارگری شکل میگیره، جریانات چپ شکل میگیره، تأثیرات خودش تو غرب و تو اروپا هم میذاره.
میخوام بگم که بنابر این میگه چرا منشأ هیچ تحولی نشد، میخوام بگم اینو تحولاته و من از شکستش صحبت کنم، برای اینکه گرایش سرمایه‌داری صنعتی ناسیونالیستی گرایش جهانی بود و تو اون مقطع همونطور که گفتم در فاصله 1918 تا 1920 لشکرکشی عظیمی که شد به روسیه و از تمام کشورهای مختلف قشون کشی شد به اونجا و تو شرایط جنگ و توی در این حال نداشتن یه جواب روشنی، دست نبردن به تحولات اقتصادی، مجموع اینا نتونست این حکومت باعث شد که باعث شکست انقلاب روسیه شد که تو سوال قبلی هم بهش جواب دادم. بله. به این معنا، بله به این معنا میخوام بگم که دلیلش این بود و بعد از اونم خود سرمایه‌داری صنعتی یک گرایش عمده تو سطح جهانی بود، زمینه داشت و تو فشار اقتصادی که به انقلاب روسیه وارد شد و این گرایش اومد جلو و تونستش که بر حزب کمونیست اون دوره حاکم بشه، بر حکومت اون دوره حاکم بشه، شوراها رو عقب بزنه و مجموع اینا باعث شد که شکست بخوره انقلاب روسیه. ولی تو همون سطحش منشأ تغییرات شگرفی تو جهان و تو روسیه بودش. بله. خب نفس لغو مالکیت خصوصی، جایگاه محوری که حزب کمونیست داره توی حکومت‌های هر حال کمونیستی، مرکزیتی برای برنامه ریزی، یعنی برنامه ریزی مرکزی و محور قرار دادن حزب، آیا همینا خودش منجر نمیشه به یک بروکراتیک، مسئله بروکراتیک، مسئله اختناق، مسئله حاکمیت یک حزب، آیا اینا منجر نمیشه به چنین وضعیتی؟ ببینید همه این سوالا از این فرض شروع میشه که اون چیزی که در انقلاب روسیه اتفاق افتاد و شکست اون در واقع به معنای شکست کمونیسم هست و بنابراین هر اتفاق به قول شما اگر اشتراکی شدن نمیدونم تولید همه اینها به خفقان میکشه و به شکست جامعه کشیده میشه، یعنی این فرض درش گذاشته شده. اولا ما وقتی صحبت میکنیم از اقتصاد برنامه ریزی شده، صحبت از این میکنیم که سازمان دادن یه اقتصاد نوین مبتنی بر شوراهای کارگری، ما داریم از این صحبت میکنیم. مرکزیت اگر میگیم داریم از این صحبت میکنیم که خود طبقه کارگر، خود جامعه‌ای که انقلاب کرده برنامه و اقتصاد جامعه رو به دست بگیره. داریم از این صحبت میکنیم که تولید در خدمت رفاه جامعه باشه با قدرت به دست گرفتن قدرت اقتصادی طبقه توسط خود طبقه کارگر. داریم از این صحبت میکنیم و اگه از این صحبت میکنیم بنابراین بسیار متمایز از اون چیزی که در انقلاب روسیه بعد از شکستش صورت گرفت، همونطور که گفتم دولتگرایی اقتصادی به جای اشتراکی کردن تولید قرار گرفت و به جای اجتماعی کردن تولید قرار گرفتش و در نتیجه کار مزدی به جای خودش باقی موند. ما صحبت از بین رفتن کار مزدی میکنیم. اگر نیروهای مناسب تولیدی در اختیار کل جامعه باشه، اگر کارگر مجبور نباشه که نیرو کارشو بفروشه، اگر استثمار نباشه، بنابراین اون جامعه جامعه‌ایه که خود اختیار مردم به خودشون بازگردونده میشه، یه جامعه آزاد و برابر میشه، برای اینکه اون چیزی که فضای خفقان رو میسازه در واقع روبنای اون استثماره، اون رابطه کار و سرمایه است. ببینید در روسیه هم اول کمونیستا رو سرکوب کردن تا بعد تونستن کل جامعه رو عقب ببرن، انقلاب رو سرکوب کنن، برخلاف تبلیغاتی که بورژوازی میکنه که کمونیستا رو مسبب میدونه، اتفاقا این کمونیستا بودن که سرکوب شدن، ترورهای بسیاری شد، کشتارهای بسیاری شد تا اون جامعه عقب رونده شدش.
میخوام که اونجا هم سر حرکت به این شکل بودش. بنابراین پاسخ من منفی هستش. محوریت حزب هم بگم، ببینید وقتی به جایگاه حزب نگاه میکنیم از زاویه باز جامعه بورژوازی داریم به جایگاه حزب نگاه میکنیم. شما نگاه بکنید خود حضور طبقه کارگر، مبارزه طبقه کارگر، نقش حرکت طبقه کارگر پیوند عمیقی پیدا میکنه با رهبری سیاسی اون، با حزبش، و اون حزبی که اتفاقا بیشترین نیروش از خود طبقه کارگر کل جامعه داره. بنابراین آرمان ها و آمال های خود اون جامعه است که داره به پیش میره. خب روشنه که ما حاکمیت حزب رو نمیگیم، روشنه که ما حاکمیت ایدئولوژی رو نمیگیم، روشنه که ما ساختار اون حکومت رو، ساختار شورایی میگیم، روشنه که ما همطور که گفتم سازمان دادن یه اقتصاد نوین مبتنی بر شورای کارگری رو داریم میگیم. و بنابراین همه احزاب آزادن، آزادی بدون قید شرط سیاسی، و تو دل مبارزه، تو دل حرکت جامعه است که جامعه حزب خودش انتخاب میکنه. و اون وقت همونطور که گفتم حزب کمونیست، حزب که رهبری سیاسی این آرمان ها، این خواسته ها رو به پیش میبره، این حزبی که پیوند عمیقی داره با مبارزه طبقه کارگر و با حرکت طبقه کارگر. بله، شما توی صحبتاتون خیلی از یک جامعه آرمانی صحبت میکنین. جامعه آرمانی رو حتما انسان‌های آرمانگرا درست میکنن و انسان‌ها بنا به خصلتشون خودخواه هستن، نفع شخصشون رو در نظر میگیرن و طبیعتشون به هر حال اینجوریه. بنابراین اون آرمان‌ها احتمالاً روی کاغذ خواهد موند و نهایتاً همین سیستمی به وجود میاد که الان ما شاهدش هستیم و اون رو شما دولتگرایی یا به هر حال سرمایه‌داری دولتی میشه اسمشو آورد و اسمشو گذاشت. شما با تجربه شکست شوروی و کشورهای بلوک شرق فکر میکنین که چه باید کرد، چه کار میشه کرد که اون تجربه دوباره تکرار نشه؟ آیا درس و نتیجه این شکست این نیست که باید واقع بین بود و آرمانگرایی رو کنار گذاشت؟ به نظرم درس نیستش. در روسیه هم استالین به خاطر خودخواهیش نبود که سرکوب کرد، به خاطر این بود که نماینده طبقه معینی بود، سرمایه‌داری صنعتی، و روبنای اون اقتصاد بود که نتیجهش خط استالین بود، نتیجهش اون بروکراسی بود، نتیجهش اون دیوار آهنی بود که کشیده شد، نتیجهش اون خفقانی بود که به وجود اومد، و همین رو شما تو بلوک شرق دیدید، نتیجهش این بود. و همونطور که گفتم بنابراین شما نگاه کنید، آرمانی مثل آزادی، مثل حقوق انسان ها، اینها آرمانایی هست که الزاماً از قدیم بوده، همیشه بوده، همیشه مردم آزادی خواستن، همیشه مردم حقوق فردی خودشون رو طلب کردن. همه اینا هنر مارکسیسم و کمونیسم اینه که اینا رو ربط میده به نابودی بنیادهایی که باعث میشه که جامعه خفقان درش باشه، باعث میشه که جامعه درش آزادی نباشه، یعنی از بین بردن سرمایه داری. و این ربط دادن اینه که اون وقت اینا رو از سطح آرمان هایی که تو کاغذ باقی بمونه بیرون میاره و متحقق میکنه. کمونیست راه تحقق این آرمان ها رو نشون میده، راه متحقق کردن آزادی، راه متحقق کردن برابری، راه متحقق کردن جامعه ای که در اون انسان ها اختیار داشته باشن، انسان ها حرمت داشته باشن. کمونیست این رو نشون میده. بنابراین همونطور که گفتم تاریخ رو خودخواهی انسان ها رقم نمیزنه، و برای اینکه این خواستا، این آرمان رو کاغذ نمونه، باید دست به بنیادهای جامعه بود، باید کل این سیستم رو زیر رو کرد، باید این نظام توخش سرمایه‌داری رو از بین برد و به جاش جامعه آزاد انسانی رو بنا کرد. به نظر من پاسخ اینه، و درسی که اتفاقا از انقلاب روسی ما میگیریم همینه.
ما این رو در برنامه دنیای بهتر کاملا توضیح دادیم و به نظر من این یکی از درفسوده های مهم منصور حکمت است در نقد تجربه انقلاب روسیه. بله شهلا دانشور، شما در سیستم اداره جامعه‌ای که شما میخوان ارائه بدین، میخوام ببینم که حزب و ایدئولوژی جایگاهش چیه؟ آیا دولت حزبی خواهد بود؟ آیا ایدئولوژی رسمی جامعه کمونیسم خواهد بود؟ بله، من این رو در سال دیگه هم به نوعی بهش اشاره کردم. نه دولت حزبی خواهد بود، نه ایدئولوژی رسمی کمونیسم خواهد بود. اگه یک ایدئولوژی تو جامعه باشه، اون میشه جامعه دیکتاتوری. به نظر من ما خواهان آزادی، همطور که گفتم، بدون قید شرط سیاسی هستیم. همه احزاب آزاد هستن و این اون جامعه‌ای که ما میگیم. و همطور که گفتم، اگر از زاویه جامعه سرمایه‌داری نگاه نکنید به جایگاه احزاب، طبقه کارگر تو دل مبارزش حزب خودشو انتخاب میکنه و حزبی که چفت شده با آرمان‌های اون حزب، طبعا بیشترین جا رو تو شوراها خواهد داشت، طبعا بیشترین جا رو در برنامه ریزی های جامعه خواهد داشت و به یک معنا شما بولشویک رو در اون آغاز انقلاب روسیه توی همچین موقعیت میبینید که فرمان قیام میده. بله، و اما آخرین سوالم رو مطرح میکنم. بعضیا میگن که جامعه کمونیستی یک جامعه کسالت آوره، همه چیز شبیه همه چیز کنترل شده است، پول نیست، چیزای لوکس نیست، کسی صاحب چیزی نیست و غیره. تصویر شما از جامعه کمونیستی چی هست؟ ببینید، میخوام بگم که این هم باز ادامه همون تصویره. اول میخوان در مقابل ما این مسئله رو قرار میدن که اون اتفاقی در روسیه افتاد، انقلاب و شکست انقلاب، کمونیستا بودن، تو بلوک شرق کمونیستا بودن و بعد یه جامعه خاکستری. من میگم به هیچ وجه اینجور نیست. اتفاقا در جامعه سوسیالیسم خلاقیت ها شکوفا میشه. شما وقتی که استثمار نباشه، وقتی که انسان ها آزاد باشن، جامعه دست خود مردم باشه، دست خود طبقه کارگر باشه، شوراها حاکم باشن، تولید در خدمت رفاه جامعه باشه، انسان ها پیش فروش نشده باشن و انسان ها تکنولوژی در خدمت رفاه بشریت باشه، شما با شکوفایی اقتصادی روبرو میشید، شما با بکارگیری اقتصاد در رفاه جامعه روبرو میشید و وقتی که مسکن رایگانه، بهداشت رایگانه، درمان رایگانه، همه نیازهای مردم رایگانه، به این ترتیب خود شکوفایی اقتصاد و خود قرار گرفتن اقتصاد در خدمت رفاه جامعه خود به خود ولی مالکیت از بین بره، خود به خود نیاز به پول رو از بین میبره، خود به خود یه تعالی و یک رشد جامعه بشری هستش. خود به خود انسان ها خلاقیت هاشون در خدمت این قرار نمیگیره که جون بکنن و زندگیشون رو تامین کنن، در خدمت این قرار میگیره که هنر، زیبایی، لذت بردن از زندگی، لذت بردن از طبیعت، همه اینها میاد جلو. بنابراین اتفاقا یک جامعه شاده، یک جامعه که کودک، زن، روابط انسان ها، همه اینها اساسش انسانیته، اساسش حقوق انسانیه. اتفاقا چیزی که الان جالبه، کسی این رو نمیگه که این توخش، این بربریت، این جنایت، این وحشیگری سرمایه‌داری میبینه، کسی این سوالا مطرح نمیشه. این سوالا برای این جنبه ما گذاشته میشه، برای اینکه که سوسیالیست و آرمانهای اکتبر زیر سوال بره. برای اینه بگذاریم که الان دیگه حداقل تو بعد از بحران عمیق سرمایه‌داری و بنبستی که امروز ما میبینیم که خودشون دارن بهش اذعان میکنن، همه اینا بعد از اون شادی و ولوله که سر شکست بلوک شرق و اینا را انداختن، سرمایه‌داری نمیدونم پیروزی سرمایه‌داری، بازار آزاد و به جای شکست کمونیسم گذاشتن و همه اینا گفتن کمونیسم شکست خورده، دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه اقتصاد سرمایه‌داری با بحران روبرو شد، خودشون از این گفتن که مارکس، کتاب مارکس پرفروش‌ترین کتاب شد، خودشون گفتن مارکس جوابه همه اینها.
و امروز هم میبینیم که چطور دیگه به یک جنبش جهانی علیه سرمایه‌داری تبدیل شده، به یک جنبشی که تمام ساختارهای بورژوازی رو زیر سوال داره میبره، پارلمانتاریسم رو نمیدونم دموکراسی اینا رو داره زیر سوال میبره، میگه قدرت دست ما 99% ها و همه اینها. بنابراین شما دیگه امروز بیش از هر وقت راحت و ساده است که توضیح بدیم که پاسخ این بربریت سوسیالیسم هستش. این سرمایه‌داری که شما می‌بینید با بحران روبرو شده، با طرح‌های ریاضت اقتصادیش میخواد خودش رو نجات بده. خب روشنه که نجاتی نیست براش و نجات سوسیالیسمه. نجات راهی بشر، نجات از بین بردن استثمار، نجات اختیار دادن اختیار به دست خود مردم، نجات قدرت به دست مردم. میخوام اینه و این یعنی شکوفایی، این یعنی یه جامعه شاد، این یعنی یه جامعه انسانی، این یه جامعه که درش فقر نیست، محرومیت نیست، این یعنی سوسیالیست و این کاذب بودن همه این تبلیغات و این نکات رو به روشنی نشون میده. بله خیلی متشکرم از شما شهلا دانشور. متشکرم. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با شهلا دانشور در رابطه با بلوک شرق و کمونیسم. حتما با ما تماس بگیرید، سوالات و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. من سیما بهاری برای شما ساعات و لحظه های شادی آرزومندم. پیروز باشید.